به رغم بازداشت سه سنی تون رو وابسته به گروه تروریستی داعش در ایالت سند پاکستان اما شیعیان سراسر این کشور از بیستم ماه مبارک رمضان مراسم یوم علی را آغاز کردند آنها به برگزاری مراسم های ازاداری و شرکت در دسته های سین زنی در قم شهادت مظلومان, مظلومان متقیان حضرت علی علیه السلام اقدام می کنند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. شیعیان پاکستان و دوستداران اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در بیستمین روز از ماه مهمانی خدا در شهرهای اسلام آباد پای تخت این کشور کراچی، لاهور، پیشاور، راولپندی، اسکردو، کویت، مولتان، هیدرآباد و بسیاری دیگر از شهرها و مناطق پاکستان با حضور در حسینی ها و در دستجات عزاداری در خیابان ها در میان تدابیر امنیتی در سوی شهادت حضرت امیر امام علی ابن ابی طالب علیه ما سلام بر سر و سینه زدند و اشک ما تمریختند ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا در پاکستان پیشتر به دلیل آنچه جلوگیری از گسترش ویروس کوید 19 خوانده بود برگزاری آین های مذهبی یوم علی را ممنوع اعلام کرد اما این تصمیم با واکنش فوری احزاب و گروه های شیعه این کشور همراه شد گروه های پاکستانی با تاکید بر اینکه آین های سوگواری ایام شهادت حضرت امیر علی علیه السلام هرگز محدود و یا متوقف نخواهد شد اعلام کردند جامعه شیعیان همگام با سایر اخشار جامعه متحد به پیروی از مقررات بهداشتی و حفظ سلامت خود و دیگران هستند و همزمان به صورت پرشور در مراسم های عزاداری نیز شرکت خواهند کرد به گفته پلیس پایتخت پاکستان بیش از دو هزار نفر از نیروهای امنیتی وظیفه تامین امنیت این مراسم را تنها در پایتخت بر عهده داشتند در خبر دیگر از پاکستان پلیس و آجانس های اطلاعاتی شهر شکارپور در ایالات سند عملیاتی مشترک علیه یک گروهک که تروریستی وابسته به سنی های تندروی داعش انجام دادند در این عملیات سه تروریست به نام صدیق بروهی عثمان بروهی و خالد محمود ملقب به امیر حمزه دستگیر شدند طبق گزارش اولیه منابع انتظامی تروریست های دستگیر شده در اقدامات تروریستی مختلفی مشارکت داشتند. به گفته برخی منابع احتمال این نیز بوده است که آنها تصمیم داشتند به مراسم سوگواری شهادت حضرت امیر علی علیه السلام نیز حمله کنند شایان ذکر است مراسم یوم علی در سراسر پاکستان با همکاری نیروهای امنیتی و در آزادی کامل برگزار شد